Hello everyone, I'm Said Samadi, known as Dr. CPU Fix in Instagram, and I'm here to show you what's the real repair. ترسیدی داره؟ ویدیوهای من همش فارسیه و اگر بخوایم انگلیسی ورژن بدیم بیرون زیر نویسش میکنیم. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو میخوام RFID تستور رو چک کنیم، بررسیش کنیم، ببینیم کجا به کارمون میاد، در چه مواقعی استفادهش میکنیم، اصلا به کارمون میاد یا نمیاد، بریم ببینیم چه خبره. خیلی وقتا برای بررسی مدار آنتن و چک کردن مدار آنتن ما گمراه میشیم و نمیدونیم چیکار کنیم. اگر مدار آنتن رو به دو بخش تقسیمش کنیم و بگیم که یک بخش اصلی شامل بیس بند، تغذیه بیس، ایپرام و همینطور دبلیتی آر باشه، بخش دومش که پاور آمپلیفایر ها هستند میتونن ما رو گمراه کنن و یه جورایی ما توش نابینا هستیم توی پروسه ای بیابی و بحث ای بیابیش. برای همین موضوع هم پیشنهاد من RFID تست تول هست، برای اینکه واقعا تغییر عجیبی رو تو پروسه ای بیابی ایجاد میکنه، سرعت بالایی توی کار به ما میده و باعث میشه که ما بینا بشیم و قشنگ بتونیم بررسی بکنیم که چه اتفاقی داره توی مادربورد میفته و آی سی ها پاسخ میدن نمیدن. یوز آی دی آی سی ها رو بررسی بکنیم، تک تک آی سی ها رو میتونیم باهاش چک کنیم، حتی خود قطعه، خود آی سی رو خارج از مادربورد میتونیم چکش کنیم و مخصوصا توی دستگاه‌های جدید، گوشی‌های جدید به نظر من به شدت به ما کمک میکنه که بتونیم با کمترین دستکاری و کمترین اضافه کاری ایرادات آنتن رو بررسی بکنیم. خب چرا میگم مخصوصا توی دستگاه‌های جدید؟ توی آیفون سری 11، 12 11 به بالا ما پاور آمپلیفایر ها رو توی طبقه بالا هم داریم، یعنی فقط با بررسی طبقه پایین یا فقط با تعویض طبقه پایین نمیتونیم دستگاه رو درست کنیم. برای همین هم میایم چک میکنیم که آیا طبقه بالامون ایراد داره، طبقه پایینمون ایراد داره. دو تا مسئله میمونه: یک، بررسی جفت طبقات، یعنی به صورت جداگانه، و دومین موضوع این که شما میتونید قبل از هر دستگاری توسط تست پوینت های کف مادربورد طبقه پایین به راحتی تک تک RFID لاین ها رو بررسی بکنید و مدار آنتنتون رو چک کنید، مخصوصا توی دستگاه سری 12 حتی 11 که IMEI تو دیالش یهو نمیاد، مخصوصا توی دستگاه جدید. مثلا شما میخواید دستگاه رو بررسیش بکنید، دستگاه IMEI تو دیالش نمیاد، نمیتونید فقط با تعویض طبقه پایین یا بررسی طبقه پایین بگیم الان ایراد ما رفع شده یا رفع میشه یا قابل رفعه. حتما باید طبقه بالا هم بررسی بکنیم، پاور آمپلیفایر رو توی طبقه بالا رو بررسی بکنیم و چک کنیم. RFID تستور به ما کمک میکنه خیلی سریع و راحت و مرتب، تقریبا میشه گفت 7 8 دقیقه تا 10 دقیقه اگر تو جامپر زدن اوکی باشید، کف رو بررسی بکنیم، همینطور اتصال پایه‌ها از طبقه پایین به طبقه بالا، همینطور ارتباط پاور آمپلیفایر ها، یعنی یه جوری مثل بیسپن توی مدار قرار میگیره، یو اس آی دی قطعات رو میخونه برای ما. ما میتونیم با نرم افزار بررسی بکنیم ببینیم آیا ما نرم افزار رو همچون شماتیک، نه فقط نرم افزار، بررسی بکنیم که ببینیم آیا قطعاتی که توی این لاین هستن به ما پاسخ میدن یا نمیدن. این یک موضوع. موضوع بعدی این که آیا برای اندروید به درد میخوره یا نمیخوره. توی اندروید هم همینطور، شما هر دستگاهی که شماتیکش رو داشته باشید و بتونید RFID لاین رو پیدا بکنید و بدونی چند تا قطعه توی اون مسیر هستن به راحتی میتونید بررسیش بکنید. پس برای اندروید هم به کار میاد، فرقی نمیکنه. من به شخصه برای دیوایس های جدید به شدت پیشنهاد میکنم این موضوع رو. بریم یک پروسه تعمیر با RFID تستور رو ببینیم، من توی اینستاگرام هم گذاشتم، بریم پروسه تعمیر رو ببینیم. بعد از اون پیج رزونات عزیز رو هم بهتون نشون میدم، میتونید اگر سوال تخصصی راجع به RFID تستور دارید ازشون بپرسید، همینطور JTT اسکوپ که قبلا من تهیهش کردم، استفاده کردم، خیلی باحاله. ولی RFID تستول ابزاریه که به شدت روی میز کار شما مورد نیاز هست. بریم ببینیم. پیجش رو هم، پیج رضا رو هم میذارم، میتونید بهشون پیام بدید، هم برای خریدش و ارسالش و دریافتش، هم برای پاسخ‌دهی به سوالاتتون. ببینید اینجا من جامپر زدم به طبقه پایین، الان دارم طبقه پایین رو به تنهایی تست میکنم، طبقه بالا رو کاری باش ندارم در حال حاضر، طبقه پایین رو بررسی میکنم اول، اولویت منه مگه اینکه توی طبقه بالا ایرادی ببینم. طبقه پایین رو که بررسی میکنم میبینم که بایستی توی این لاین 4 تا آی سی یو اس آی دی شو من بتونم بخونم، ولی فقط یک قطعه داره پاسخ میده و یکی از قطعات که توی طبقه بالاست که نباید باشه، پس ما 3 تا قطعه نیاز داریم داشته باشیم، ولی اینجا ما یه دونه داریم، پس دو تا آی سی دیگه کو. به همین راحتی
من متوجه شدم که این دوتا آی سی دیسکانکتی دارن و کف مادربرد ممکنه ایراد داشته باشم. خب من اولین کاری که میکنم میام از طریق تست رزیستنس یا اومگیری پایه‌ای که مرتبط به این بخش هست و به این بخش متصل هست رو بررسیش میکنم و چکش میکنم خیلی راحت و مرتب. اگر این پایه اوم داشت، رزیستنس داشت، که مسیر من از بخش سمت راست من که بخش WTR و بیسبند من هست یا SDR من هست متصل هست به بخش سمت چپ و خود IC متصل نیست، اگر پین دیسکانکت بود، یعنی پایه دیسکانکت بود، پس مسیر من از مادربورد دچار قطعی شده و IC ها میتونه جاشون سالم باشه و جای پایه‌شون سالم باشه. پس برای همین موضوع من وقتی رزیستنس گرفتم متوجه شدم که پایه ها رزیستنس پایه روی رینگ اوکی هست، پس پایه ها از کف IC دچار عیب شدن و معیوب هستن. وقتی IC رو برداشتم خیلی خوشگل اینجا میبینیم که پایه ها دچار دیسکانکتی شدن، دچار قطعی شدن، در اثر ضربه آسیب دیدن و جدا شدن. یه در این حالت بزرگترین عیبی که به وجود میاد این هست که IMEI تو دیال دستگاه میره و خب مسلماً دستگاه آنتن نمیده. برای همین به راحتی با RFFE تست رو شما چک میکنید، پایه ها رو بررسی میکنید و متوجه میشید که این IC ها در مدار من نیستن و درستش میکنیم. اگر سوالی، توضیحی راجع به RFFE تست رو دارید، توضیحی نیاز دارید و همینطور قصد خریدش رو دارید، میتونید به رزانات عزیزم پیام بدید، راهنماییتون میکنن. پیج اینستاگرامشون اینجا هست، خیلی راحت باهاشون در ارتباط باشید و این ابزار فوق‌العاده رو از دستش ندید. مخلصم. یادتون نره لایک، کامنت، سابسکرایب، یادتون نره انجامش بدید. خیلی مخلصیم. خدا نگهدارتون.